ده آزادی خوری داده مو سلام ده ده نیک مرغی خوری داده مو سلام ده بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان شنوندگان و هموطنان نهرد از گرامی سلام و احترامات بنده را پذیرا باشین امروز در سلسله های صحبت خود صحبت ما در مورد جرگی بزرگ و تاریخی و مردمی که به جنبش تحفظ پشتونها در خیبر پختونخوای پاکستان دایر شده به نظریات و پیشنهادات و آرای از مردم که تا بالی صورت گرفته در این مورد بعضی صحبت های خواهیم داشت هر روز چون نیجرگه چندین روز دیگه دوام خواهد کرد چرا که ای گفته شده بود که برای سه روز خواهد بود اما چون کارای زیده میاد معینه که به گرفته بودن از اول اکتبر تا یازده او به یازده هم اکتبر که روز انقاد جلسه بود صورت گرفت فلی یک دو روز کار از اینا بتال خورد گفته میشه که این جرگه ممکن تا پانزه و شانزه دوام پیدا کنه و تا نظریات همه گیشنیده شود این از نویت خود بزرگترین لوی جرگه در تاریخ است تعداد اعضای مندوبین اشتراکند جرگه گفتمش که سی هزار نفر اینا دعوت کرده بودن تا با من حیث آزایی از جرگه اشتراک کنن و نظریات خدا بتن میگن به سی هزار نفر اینا دعوت نام روان کردن از او جمله میگن پانزه هزارشان رسیده و پانزه هزار دیگه شان به نسبت مشکلات که پنجاب و استبلشمنت پاکستان به اونا پیش آورده تا بال نرسیدن اما ممکن دی دو سی روزی که دی دا جرگه ادامه داره دیگرها هم برسند در کل تعداد جرگه گفته میشه که بیشتر از یک میلیون است و بعضی رسانه ها تا اعلان کردن که یک میلیون هزار نفر در این جرگه اشتراک کرده در این مورد بعضی رسانه ها میگن که اولین جرگه مردمی است دیگه جرگه ها به حکومت های و دستنشانده بودن این گپار کسایی میزنن که اونا مغریزین به حساب لسانی و قومی هستن و از بغض کینه صحبت ها را میکنن در حالی که گپاشن حقیقت نداره جرگه های ملی و قومی از طرف مردم او مو جرگه احمد شاه بابا را که تعیین کرد او جرگه از طرف ایش کدام نظام خواسته نشده بود و کسی نبود در قدرت که او جرگه را خواست او جرگه بود که او نظام جور کرد فلحاظ جرگه ملی و مردمی بود مثل نمی از بطن مردم خیسته بود و احمد شاه بابا تعیین کرد فلحاظ که یا اولین جرگه ملی و مردمی است ای, ای, گفته درست نیست ای گفت که ای بزرگترین جرگه ها است ای واقع داره چرا در جرگه هایی که در افغانستان قبل از این صورت گرفته در او تعداد مندوبین از 600 900 1600 هزار نهایتا در ای اواخر که جرگه ها صورت گرفت تا چار هزار نفر بودن و ای اولین جرگی است که مندوبین از این سی هزار نفر دی خواسته شده تا صحبت کنند و اشتراک کننده ها و تایید کننده های از این بیشتر از یک میلیون انسان در اونجا موجودیت داره از این بابت این بزرگترین لوی جرگه است و, و و ای جرگی تاریخی و مصمم است چرا که بتیم ظلم هایی که طول 77 سال از طرف پنجاب و استبلشمنت پاکستان بالای پشتونا صورت گرفته و در طول 131 سال بالای اردو طرف که همی خط گذاشته شده و یک تفرقه در بین دو ای یک ظلم کلی بوده و ای بعد از 131 سال اولین نشست پشتونها است که میخوان امی تصامیم تاریخی خود بیگیرن در این مورد نظریات و پیشنهادات مختلف داده شده و ای را ما با شما شریک میسازم اولین کاری را که منظور پشتین در اینجا کرد و او بسیار مثبت بود و ای بود که اعلان کرد که چون جرگه جرگی قومی و ملی است و تمام فلحاز دی ما نمیتونیم گفته که کیها باید باشند کیها نباشند بازی به حساب تفرقه و طبقه بندی میشه فلحاز دوست مخالف و موافق همگی در این اشتراک دارن اما احزاب و ادارای مدنی و غیر مدنی و ملکی همگی در این اشتراک دارن و حق اظهار نظر دارن تا نظریات خود شریک بسازن منظور پشتین گفت کسایی که با پشتوز غورن غرزنگ مخالفت نشان دادن و مقابل ازی سادگی کردن تبلیغ کردن اونا هم به حساب برادرای ما هستن قرار اف ما قرار دارن و د دو این جرگه با ما میتونن اشتراک کنن و نظریات خود ابراز کنن تا این جرگه جرگه واقعا مردمی ملی و عمومی باشه اگر ما این نظریات شان ببینیم این بسیار مثبت است برای اتفاق و اتحاد اردو جانب افغانستان و با پایین و متفق بودن النا. کار دومی را که منظور پشین بسیار کار مثبت کرد در آغاز از جرگه با زرگی و میدیا و سکرین کلان که مانده بود تمام جنایات 77 سالی اردوی پاکستان و مستند با کلپ ها با ویدیوها ها و با صدای مردم به جهان متعرف کرد و دا چون ده ای جرگه به جز از میدیای پاکستان دیگه تمام میدیای جهان چی الجزیره باشه سینن باشه سکای باشه سین بی باشه ای بی سی باشه و تمام فاکس تمام میدیای دنیا بی بی سی امی رقم تلویزن های مختلف اروپا ای را گرفتن کور کردن و در همه جایی مطالب به نشر رسید به جز از میدیای پاکستان که او را و پنجاب پاکستان بند کردن در حالی که ای صدا صدای مردم بود با ای را بند نمی کردن. اما خوب کاری است که تمام میدیای دنیایی را گرفتن اسناد را که اینا نشان دادن ای جهانی شد و به جهان چهره سیای اردوی ظالم جابر و بربری پنجاب و تمام دنیا نشان دادن که کدام ظلم ها و بربریت نیست که اینا در مقابل مردم نکردن با اسناد و شواهد نشان دادن و کار دیگه مهم خوبی که یک کردن تمام اون فامیلایی که متضرر شدن اولادایشان گم است خانما گم است خانومایی که پسرای خدا شوارای خدا برادرای خود از دست دادن کلگیشان با تمام اسنادشان در اینجا موجود هستن و صدایشان میدیاها میگیره با اونها مصیبه ها میکنن و در جهان نشر میکنن و به این شکل د ظلم و بربریت اردوی پاکستان مستند به جهان داده شد و جهان یې اسناد کلهګیره ویدیوها را گرفتن و دست به دست کردن و امروز در تمام پارلمان ها و در تمام جای بر این بحث میشه یکی از کامیابی های بزرگی از این بود و بهترین کاری که کردن ای کار بود میم در مورد از که چی ممکن است و متوقع است که در اینجا صورت بگیره اول مشوره که داده شده ای است که ما باید مشوره نتیم بلکه ما باید مطالبات خود بگذاریم و قاطع باشیم و ما این نگویم نگوییم که ما به حکومت پاکستان یا فلان این مشوره رو میتیم ما مشوره نمیتیم بلکه ما تقاضا و مطالبه میکنیم و مطالب خود مگذاریم و او باید تدبیق شوه اگر نشوه با اکثر عمل مردمی روبروی خواد شوه دومی اسم گفته شده که پیشنهادات داده خواد شد و یک سال مولد برای حکومت پاکستان داده خواد شد تا او در یک سال امو خواسته ها و اینا را ببینند تا چه پیاده میکنن. اگر فرزن در یک سال ای خواسته ها تدبیق نشد و به او احترام گذاشته نشد یک سال بعد دوباره امی جرگه خواسته میشه. و اعلان جدایی از پاکستان و الحاق از او من حیث سرزمین افغانستان یا ممکن من حیث جز آزاد پشتون ها با هر صورت که در وقت زمان تصمیم گرفته شوه ای را اعلان خواد کردن فلحاظ یکی از مسائل عمدی است که اینا میگن که پیشنهاد مهلت داده شوه به حکومت پاکستان و او مهلت به کدام موضوعات داده شوه او موضوعات ما امرای شما در اینجا بحث میکنم که اینی اینی موضوعات است و اینا را باید اینا احترام بگذارن تا بتانن که فرزن مسائل به طرف بهبودی بره اگه اینا را اینا نکنن فلحاظ بعد از او اینا تصمیم خدا خواد گرفتن یعنی 77 سال انتظار شده یک سال دیگر هم اینا میخوان که بر دنیا و با اینا همه بگوین که این ما لحاظ به حساب امو تعقل سیاسی و اینا ما از رای ظلم جبر جنگ پیش نمیریم بلکه تفاهم سیاسی می کنیم و با شما را را میتیم و یک سال باید این مسائل احترام گذاشته شود اگر نشود باز ما اعلان جدایی می و از پاکستان و می یا مستقل باشیم یا با کسی دیگر باشیم او کار ماست نظریات مختلفی در اینجا ارائه شد هر کس صحبت های کرد صحبت های داره روزهای دیگر هم در پیش است و این صحبت هایی که آن با شما شریک می سازم از یک شنگ بسیار خورد از حساب جرگه است و از ای بابت صرف چون نظریات مختلفه باید شریک بسازیم تا در آینده نظریات آمده میره با شما شریک ساخته میریم این نظریات اتمی نیست نظریات پیشنهادی است چرا که در اینجا تمام احزاب و مکاتب مختلف خواستن و هر کس از نقطه نظر خود نظریات خود میتن و در این نظر کسایی هستن و برای مستقیما جدایی از پاکستان در اینجا نفرای است که نه ما در چوکات امین نظام در اینجا نظریات هست نظریات مثبت و منفی است در اینجا نظریات تخریباتی هم است تو افرادی میان صحبت میکنن که او صحبت به نفع هزی جرگه نیست و به حساب به نوی یک تخریش ها پیدا میکنه در بین پشتونهای لر و بر یک تخریش پیدا میکنه و ای به نفع استخبارات پاکستان و اردی پاکستان است و ممکن است ای افراد افراد ما در اینجا تابعه کرده باشن تا نظریات خود در به این شکل در اینجا تزریق کنن و یک تفرقه و یک نفاق در بین از جرگه تا این نتایج خود دادن نتانه این چیزا ممکن است که از او جمله ما میتونیم صحبت های محسن داور بسیار مغرزانه و نادرست بود و ای از از که اتفاق اتحاد را که منظور پشتین به همگی اعلان کرد مخالف از او است او گپ اردو طرف هم میزنه و شما اگر یک طرف طرف قرار بتین تروریست خطاب کنین نظامش بگین که از بین میبرم فلاحظه با شما خو نمیتونه اتحاد کلی رو در بین بیارین و این نشان می‌ده که دست اجنبی است که این فاصله رو پیدا میکنه اینطوری چیزها باید جلوگیری شود امروز پیشنهادات یک حزب سیاسی عوامی نشنل پارتی پاکستان است بزرگی نماینده شان خوشالخان کاکر بعض نقاط مهمه را که گفت که این را در این جرگه اینا پیشنهاد کردن و این نظرشان است و میخوان که به این نظرشان احترام شوه ممکن این در نظریات از اینا مثبت هم داره منفی هم داره نظریات مثبتشان گرفته خواست شد منفیشان گرفته نخواست شد اما اینا حق دارن که نظریات خود بتن و این نظریات و پیشنهادات در مجلسی که تصویب میکنه به او پیش میشه و اونا از اون جمله نظریات که کلی و عمومی باشه او را میگیرن و نظریات که کلی و عمومی نباشه او را رد میکنن میایم به که نظریات خوشحال خان کاکر چی است اولین خاصی از اینا است که قانون اساسی پاکستان به شکل کلی تغییر داده شود و در اینجا قدرت مرکزی از بین رفته شود و قدرت انتقال کنه به ایالات ها و ولایت ها یعنی صوبه ها تا اینا بتانن آزادانه به زندگی خود ادامه بیتن اگرچه این ای مسئله در قانون اساسی پاکستان در سال 2013 در امن 18 ای صورت گرفته اما اردوی پاکستان به این عمل نکرد با وجود امی که این قانون وجود داره یعنی تقاضای اینا درست نیست چرا که این قانون وجود داره اما وردی پاکستان به این عمل نکرد با موجودیت همین قانون دونمو 2013 بر مناطق چیز حمله شدن وزیرستان شمالی و جنوبی و تمام مردم از خانه هایشان به دخل کردن خانه ها را در دادن و مردم قتل عام کردن فلحاظ ای این قانون خو کار نکرد خو این پیشنهاد ای از است خاصی دوم از اینایی است که قوم بلوچ برای بینا یک ولایت جدا داده شود از پشتونا که است از اینا هم در این مناطقشان ولایت مختص شود که نظرشان به نقاط قبایلی شمالی وزیرستان همی جنسی ها هست قبایل است که در زیر یوغ اردو و استخبارات پاکستان بوده ای به شکل یک ولایت ها برای خود آزاد شود مناطق سرایکی که دیر اسمایل خان و دیر غازی خان و دری ریم خان است اینا هم به یک ولایت جدا شناخته شوند و به این شکل ولایت ها آزادی و خودمختاری کامل داده شوند تا بر منابع و کارهای خود خودشان حاکمیت داشته باشند حیثیت مناطق قبایلی پاکستان میان افغانستان و افغانستان و پاکستان دوباره اعاده شود و طوری که سابقا اینا آزادی داشتن که بر دو طرف خط بدون کدام تبیز و مشکل رفت و آمد کرده میتونستن سیم خارداری وجود نداشت و ضرورت به پاسپورت و کارت این اینی حیثیت دوباره اعاده شود و این مشکلات که فعلا در اینجا وضع شده سیمی خاردار انداختن رفت آمد بند کردن پاسپورت وضع کردن اینا باید ملغا اعلان شود مسائل داخلی و خارجی و اقتصادی را مرکز در دست خود بگیره اما مسائل مربوط به ولایت ها را تمام منابعش حقوق حقوقشان و تنظیم و ترتیب داخلی را خود به دست خودشان داده شو و مداخلی بیرون در او صورت نگیره اردوی پاکستان به طور تشکیل شوه که تمام اقوام به شکل مساویانه در اونجا عضویت داشته باشند یعنی فعلا 60 الى 70 فیصد اردوی پاکستان از پنجاب تشکیل میشه 30 فیصد یا 40 فیصد دیگه که است او را با چهار ولایت دیگه از اینا که سند است بلوچستان است خیبر پختونخوا است و کشمیر گلگت بلتستان است تقسیم میکنن که بسیار تعداد کمی از اونها میگیرن و تعداد زیادشان از پنجاب است از اینا میگن که ای درست نیست و ای تشکیلات باید تغییر بخوره و اردو, اردو باید ملی باشه تمام اقوام به طور مساویانه در اردو باشن تا از ظلم و بربریتی که میکنن از این دستشان کشیده شود در مورد ارتباط با افغانستان پالیسی پاکستان باید به با اساس مشوره به اقوام پشتون و بلوچ که در این سرحدات هستند گرفته شود و این حق به اینا داده شود که دی تصمیم از اینا باشه نه از حکومت مرکزی تا بتانن رابطه خوبی با اینا داشته باشند و کدام اقدامی که در مورد افغانستان میشه باید با, باید پشتونا صحبت شوند در سیستم پارلمانی گفتن که چون 60 فیصد پارلمان فیلی پاکستان اعضایش از پنجاب میه و اینمی علت است که اکثریت همیشه از پنجاب می باشه و حکومت صدرعظم از پنجاب میایه و اقوام دیگه مظلوم و زیر دست قرار میگیرن. یعنی از که 372 دو سیت در پارلمان پاکستان است اکثریت بالاتر از پنجاب فیزدش مربوط پنجاب است متباقی تقسیم شده بین سند خیبر پختونخوا بلوچستان و گلگت بلتستان کشمیر تقسیم شده و اکثریتش به پنجاب دادن اینا میگن که باید مساوی باشه فرزن همی سی دو, دو تقسیم چهار ایال و سوبه ها شوه و با کلی به شکل مساوی حقوق داده شوه تا در پارلمان رایشان مساوی باشه کسی بر کسی برتری نداشته باشه این یکی از خواسته است که فوقیت و برتری منطقوی و قومی را میخوان که از بین ببرند خواستی دیگی از امی عوامی نشنر است که در تقاضا شوه از طرف لوی جرگه که در افغانستان حکومت مردمی و جمهوری بیاید حمایت از حقوق بشر شود تعلیم و زنان اجازه داده شود و در این حال در اعلامی از این جرگه بایدی بیاید که افغانستان به طرف یک حکومت فراگیر بره و به تمام اقوام و بالخصوص به با به افراد به حساب مسلکی و اینا در دولت جای داده شود Uh, نقطه دیگه رو که اینا میخواین صحبت کنن میگن که اردوی پاکستان باید از مناطقی که ظلم کردن مثل بلوچستان خیبر پختونخوا سند در اینجا از اینجا به مراکز و برک های خود برگردن و دیگه در این ولایت ها نباشن و مداخله نکنن و اختیار از این ولایت ها را و این صوبه ها را بعد به خود مردم بسپارن تا اینا اراده و تصمیم خود داشته باشن و مداخلت اردوی پاکستان در این مناطق نباشن و به زودترین فرصت اینا باید از این مناطق براین نقطه دیگه است که بر منابع زیرزمینی و معادن از این مناطق اینا باید اختیار خود داشته باشند معادن از اینا باید چور و چپاول نشه و از اینا برده نشه و رمی مناطق حق از این را داشته باشند حق اولیت بر منابع خود مثلا گیس از سوی گیس از بلوچستان است گیس به پنجاب میره خود بلوچستان گیس نداره برق از تربیلدیم پاک پیشاور صوبه سرحد میره به طرف پنجاب خود مردم خیبر پختونخوا برق ندارن فلحاظ اینا میگن که ای تفاوت ها باید از بین بره و این حق به خود مردم داده شد تا از منابع خود خود مردم منطقه استفاده کنن و فرزن در نتیجه به تفاهم یکی سی به مرکز بتن در مورد نهایت اینا میگن که رویه و سلوک دولت پاکستان با مهاجرین افغان نادرست است اینا باشندی از این سرزمین هستند و چل سال چل پنج سال اینجا گذاشتند باید با اینا سلوک مهاجر و بیگانه نشه و با اینا حق انسانی و حقوقی داده شد تا بتونن آرام در اینجا زندگی کنند. ای است تقاضاهای از اینا نقاطی را که در اینجا مشترک است او ای است که همه میخوان که اردوی پاکستان از این نقاط برایه همه میخوان که منابع از این مردم به خود مردم داده می شوه همه میخوان که سرحد بین افغانستان و پاکستان که از به مشکل طبیعی قبلیش برگرده و خطی که انداخته شده سیمی خاردار این نباشه اما بعضی نقاط در اینجا دیدن که بود که او به اشاره استبلشمنت و اردوی پاکستان است و او ای است که تداوم برتری از اونا در اینجا که فرزن اگر قانون اساسی را تغییر بتین در تشکیل نظام و در, ارد در, در, در بین اردو بوده باشن ایالت و صوبه ها جور شوه ای همون نظریات کسایی هستن که در این نظام مزایه مثل محسن داور وزر پارلمان است نفر نزدیک است با اونا امیر رقم بعضی از اعضای از عوامی از از نشنل پارتی یا نشنل پارتی اینا افرادشان در پارلمان مسلمان و اینا منافی و و به حساب از خود غرضی ها دارن فلاز اونور رو میخوان حفظ کنن در حالی که جرگه ای اهداف نداره و از امی خاطر این نظریه داده شده که اینی پیشنهاداتی که هست که تغییرات کلی به اردو از اینجا برای سرحدات به حساب سیمی خاردار برداشته شوه حق به اینا داده شوه به منابعشان غصب صورت نگیره یک سال وقت داده شوه به حکومت پاکستان که به این چیز عمل کنه اگر به این چیز در یک سال پیاده نشد و عمل نکردن در نهایت ازی اینا دوباره جرگر خواد خواستن و اعلان جدایی از پاکستان و یک کشور مستقل یا کشور متعلق و وابسته به افغانستان یک لروبر بزرگ تشکیل داده خواد شد یعنی در نهایت این نظر پس به اونمون نقطه میره این نظریات نهایی نیست این نظریات یک دو تا سه نفر یا یا یک گروه سیاسی را ما با شما شریک ساختم به می نظریات مختلف آمده میره اون را ما شما میگیریم میشنویم تجزیه میکنیم, تحلیل می میکنیم و با هم شریک میسازیم تا در نهایت وقتی که قطنامه می میشه که بعضی از این جزئیات در قطنامه باشه اما همه اگه اینا در اونجا نباشه اما هم منتظر از این که این قطنامه جامعی خود بود به نفع همگی بود و یک با میتیم و دیدلین به حکومت پاکستان خواهد داد که در نهایت از اگر به او عمل نشه اینا به طرف یک ایالت آزاد و ممکن ملحق به افغانستان و لروبر متحد و یک افغانستان بزرگ منتج شوه که نهایتا امی خواهد شد چرا که به مو طرف موضوع روان است و صحبت ها به مو طرف است امی که صدای لروبر را که ای اینا نمی نشر شوه اونجا با کلی بلند است بیرق افغانستان سیرنگ در اونجا با کلی به های همگی است فلاز این نظریه ترویج شده در بین کلگی جا گرفته و منتها نظریات تخریشی که در اونجا اظهار میشه باعث فاصله میشه با این دست نشانده های آیسای است جلوگیری باید ازش شود جلوی از گرفته شود و چون اون گفتن ای ای اینا گفتن که همه گی آزاد است نظریات خود داده میتونه فلا از اینا ما آمدن از این استفاده میکنه مگم فکر میکنون که در نهایت وقتی که تصمیم اینا هایی گرفته شوا و این موضوع و حساب اعلامیه برد در اعلامیه انشالله این مسئله اینا از زیر قول خوان گرفتن و مسائل را خود نشر کردن که مسائل تاریخی و عمومی و آینده ساز خود بود نه مسائل موقتی و به نظریات فردی و شخصی و دستهای امید از برنامه را ببینین با هم شریک بسازین افغانستان پانوراما سیمای افغانستان افغانستان سیره را با سبسکرایب کنین با دوستا شریک بسازین و تا برنامه بعدی شما را به خداوند مسپارم و ما علینا الا البلاغ